من اساس آغاز علاقمندی من به شعر تا جایی که باید دارم زمانی که من صنف 7 یا 8 مکتب بودم که از اون وقت من به شعر یک علاقمندی طبیعتاً داشتم، ذاتاً داشتم و از اون وقت دیگه زیاد میشنویدم شعرها را، زیاد شعرها را میخواندم و برنامه هایی که شعر داشت در رادیو افغانستان، اون وقت خب تلویزیون نبود، دیگه هم برنامه را تعقیب میکردم و در بین این برنامه بیشترین برنامه هایی که خوشم آمد یکی زمزمه های شبانگام بود که بعد از 11 بجه شب نشر میشد و من با علاقمندی زیادی که داشتم ما تا اون وقت بیدار میشیشتم که تا این برنامه را میشنویدم و در پالویزی برنامه زمزمه های شبانگام که روزای جمعه فکر میکنم بعض 12 بجه همین وقتا بود در روز او را من تعقیب میکردم و در لابلای نمی زمان ها برای من ایتر یک چیزی پیدا شد که ما بدون اینکه پیشکس درس چیزی بخوانم برای من یک چیزی پیدا شد که من وقت فهمیدم که شعر باید وزن و قافیه داشته باشه و اینمی وزن و قافیه است که ایره زیبا و دلنشین می سازه و اونمو وزن و قافیه فهمیدن بالاخره سببی شد که ما در شعر و شاعری آغاز کردم و درست زمانی بود که فکر میکنم سال اول پانتون بود یا از او صنف 12 بودم بخیر که ما در بار اول شعر آغاز کردم و اولین شعر ما که در روزنامه صنایع چاپ شد ما بسیار یک احساس بسیار خوبی برای ما داد و ما یک آرزومندی و در جمله امو خاطرهای بسیار خوش خود یکی هم امیر هم میگم که اولین باری که شعر ما به نام غمنامه در روزنامه صنایع چاپ شد و بعد از اون ما عضو صفحه جوانان شدم در هر هفته اشعار ما اونجا چاپ میشد و شعرهای ما تا اندازه زیاد شده رفت تا یکی وقتی که ما در کابل تبدیل شدم و در اونجا هم چند سال اول که در وزارت زراعت بودم مدیر مسئول مجله کرانه بودم بسیار شعرهای ما در مجله کرانه چاپ میشد و بعدش وقتی که ما در رادیو افغانستان رفتم در مجله آواز رئیس مجله آواز ناصر توری بود. ناصر توری هر جای که هست ما سلام و احترام برش تقدیم میکنم. من بسیار ممنون نشستم که در اون زمان ما یک ذرگک زیاد پیشرفت کردم در شعر. برای که همه روزه یک جای بودیم اشعار را که ما تازه سرودگی بود او را میگرفت و سرش چی میکرد، اصلاح میکرد، درست میکرد. در اون زمان باز بالاخره در اون زمان بود که یک تعداد اشعار ما زیاد شد. ما خواستم که یک مجله، یک کتاب چاپ کنم. به نام دردها و خاطرها و نامشم همون ماندم. وقتی که در انجمن نویسندگان رفتم که خودم هم عضوش بودم در اونجا که یار نشان دادم دیگه مرا تحویل نگرفتند اونجا و علتش هم من میفهمم که شاید من کسایی را به سطح بلند نمیشناختم. خب به هر صورتی گذشت و گلی که در ذهن ما پیدا شده بود ناشفته پرپر شد. بعد از اینکه پاکستان آمدیم موضوع خراب شد. پاکستان آمدیم در اونجا شرایط چاپ کتاب یک ذره مساعد بود. اولین کتاب خدا که ما چاپ کردیم امو به نام درد و خاطره ها ایره در سال 1376 میشه نشان بودیم ایره در سال 1376 در پاکستان چاپ کردم و بسیار آغاز کار ما بود دیگه و قدر تجربه کامل و کافی هم در این مورد نداشتم و در این شعر در این هم قسمان همون یک تعداد اشعار را که در نام کتاب دردها و خاطره ها و در این هم اونمون یک تعداد اشعار را قبلا در کابل یک جای کرده بودم برای با منظور که کتاب چاپ کنم قسمان همون شعرها را
دی چیز درج کردم و ای در داخل خورد از دیگه در داخل 80 صفحه هستی فقط در 80 صفحه ایره چاپ کردم. یکم در 3 بخش هست که یک بخش اول هست درد عشق هست و یک بخش دوم هست که هست در باش ما میره در بخش دومش که هست در نقش پای دوستان یه اشعاری بود که من محمس میکدم اشعار را و بخش سومش هم اشعار میهنی بود و ما از این یک پارچه شعرش بر شما اینجا بخوانش میگیرم نه دکلمه بلکه من این صرف میخوانم براتون. نامش از پند دانایان. پند دانایان شنو جز این تو را در کار نیست، راست نه هر جا قدم چون انحنا در کار نیست، ای دل تا میتوانی راست گوی و راست رو، حیله و نیرنگ با خلق خدا در کار نیست، دست بردار از طلب گر زور در بازوت هست، آب اگر باشد تیمم هیچگاه در کار نیست، مساعد هستی اگر کن ناتوان را مدد، مساعد هستی اگر کن ناتوان را مدد، ورنه امدادت برای اغنیا در کار نیست، دست سائل را نهانی گیر و دردش کن دوا، کن رضای رب طلب روی و ریا در کار نیست، امر بالمعروف دان و نهی از منکر نما، این بکن آن را مکن چون و چرا در کار نیست، کار دین را کن که دینت میدهد آخر فلا، بگذر از دنیا که میگردد فنا در کار نیست، فکر نعمت کن که نعمت ها به شکر افزون شود، ذکر حق هر آن نما ظهر و عشا در کار نیست، چون زبان بی استخوان شد نرم گفتن بایدت، گوزخن نرم و ملایم ناسزا در کار نیست، تا توانی دل به دست آور عمل را نیک کن، فرشان و حشمتت روز جزا در کار نیست، رسته ای از خاک و واپس می شوی در خاک دفن، لحظه اندیشه کن کبر و هوا در کار نیست، از امینی کن به نیکی یاد اگر حرفش نیکوست، در رضای رب دعا و بد دعا در کار نیست. کتاب دوم ما به نام شعر در آینه احساس است. یام به داخل به داخل 50 صفحه چاپ شده و یام پشتیش است. در کدام سال چاپ شده؟ ایره در سال خاطر از خاطرم فراموش شده، در سال 1378 بود بخیالم که ایره چاپ کردیم و در خطاطی های زی یک دوست گرامی ما رسول شریفی خداوند مغفرتش کنه تمام خطاطی های زیره او همراه ما همکاری کرده و ای هم در داخل 50 صفحه است و در ای هم اکثرا اشعار میهنی اشعار عشقی چاپ شده که از ای هم یک شعرش می خواهیم براتون بخوانم به نام لطفی از دان. عزت چو وجودم از عدم کرد، زانگاه به من بس کرم کرد، اول که وجود سالمم داد، دورم ز بلا و رنج و غم کرد، بخشید مرا چو طینت پاک، در سینه ام علم را رقم کرد، حب الوطنی به من فزون داد، بیگانه پرستیم که کم کرد، نیروی تظلمم نبخشید، در نیک عمل هدایتم کرد، شوق و هوس درم ندادم، از رنج حساب راحتم کرد،
در زندگی آبرو بدادم، دورم ز مصائب و علم کرد. دستم به کسی دراز نگذاشت، لطفش همه جا حوالتم کرد. صد شوق ز شاعری بدادم، یک تب روان عنایتم کرد. نیرو و توان به من ببخشید، آماده برای طاعتم کرد. چون بیش رؤوف و مهربان است، غرقم به هزارها نعم کرد. کی شکر یکی توان امینی، زان لطف که رب به حالتم کرد.